مرد الحجره من این سجا به این نشه لایت با ولشت کلوخ انداز رو پاداش سنگه ترجمه همی عبارته هم حجر را از سنگ اون سنگ میندازه و شمشیر میندازه او پس کنید که تیر میندازه به این ور از این ورم تیر از به اون ور چرا به جدی که شر فقط با شر میشه دفع با بالا غیرتن و با مثلا تو رو خدا و اینها اثر نداره هیچ فرق با اینکه در اولش اینا خیلی مثلا همین ها همین مجاهدین حدود یک سال و نیم ای تو سری خوردن و کشته بلکه بیشتر تو سری خوردن و کتای خوردن و نمیدونم در خیابون ها اینا رو کشتن حتی کشتن که خودشون میکشن چقدر زندان خودشون آمار میدادن در روزنامهشون دیگه چقدر زندان انداختن خود روزنامه های رسمی اینها یه روز من بعد از اینکه رفتم اون دفعه آخر پیشه همین قمیدی و گفتم بخواد چرا این کارو میکنید و این منجر میشه به اینکه شما لبنان رو دوم میکنی ایران را بعد برگشتم مشهد خود روزنامه های خودشون نوشته بودن که درگیری شده در به ما مجاهدین در چیز عراق و 290 زخمی شده که دوباره من تلگراف کردم به اون اسمون احمد مجددن تذکر میدم و چرا باید این زخمی ها که دوباره تلگراف کردم که جواب ندادن سه باره نامه اون نامه مربوط به قوقاها قوقا را از مولا اسلامی علمین در اون که کیهان تنها چاپ کرد این برو برگرد نداره بالا غیرتن نسرشون نمیشه دیدید هرچم به اینا گفته شد هیچ اثر نکرد یک سال بیش از یک سال خورده اینا تعمل کردن هرچی کشته شد ازشون کشتن چی نگفتن زخمی کردن چی نگفتن زندان انداختن چی نگفتن مراکزشون رو بستن چی نگفتن روزنامه‌هاشون رو پاره کردن چی نگفتن چه بلاهایی بزن تهمتهایی بهشون زدن چه بلاهایی سرشون در آوردن نه هیچ چی نگفتن دیدی اثر نکرد و من مخالف بودم با این من همون وقتم این روزنامه ها همه چاپ کردن خصوصا انقلاب اسلامی که من رفته بودم برای صحبت کردن و چند جلسه تهران صحبت کردم در اون چیز در اون باشگاه دخانیات دو جلسه در اونجا صحبت کردم و مسجد عکس صحبت کردم که شلوغ شد که حدود یک ساعت اونجا صحبت کردم و جا بعضی جای دیگه صحبت کردم من هم روز اول مصاحبه تشکیل شد گفتن که خارجی رو داخلی کنن نه من به خارجی کاری ندارم داخلی اومدن حتی تلویزیون رادیو تلویزیون ایران اومده بودن همه ایران اطلاعات همه اومده بودن سوالات زیاده با مقداری سانسور هر کدوم مقداری چاپ کردن رادیو تلویزیون نگفت ولی روزنامه چاپ کردن هر کدوم یه تیکه چاپ کردن مصاحبه همه اطلاعات هم کیان همه شد و اونی که بیشتر چاپ کرد در دو شماره در سه شماره دارن در سه شماره انقلاب اسلامی مصاحبه را چاپ کرد با مقداری باز سانسور چاپ کرد من در اونجا یکی از سوالاتشون این بود که حالا که اینها میزنن زخم میکنن میزنن اینها تو همونی که اون خمینی در پاریس گفت نمیگی حالا اون خمینی گفتش که این شما به دست رو بکشید اون رو نمیگی من گفتم در مرحله اول شما مرحله برید اینا همشون چاپ دارن اطلاع که اینا همون چاپ کردن مصاحبه عمومی بود دیگه رادیو تلویزیون هم داره الان من همونجا گفتم به اینها که شما هم حق دارید وقتی تحت ظلم زور فشار حتی برخلاف قانون اساسی این است که حتی تظاهرات آزاده حتی راهپیمایی آزاده حتی مجالس آزاده و این قید فقط اون قیدی هم که شده که این نمیدونم مضمونش این است که برای ضد اسلام نباشه او اسلام او میگه برای ضد من هم یه مشتهد والله العلی العظیم من خودمو در بعضی از جهات بهتر از خمینی میدونم و من هم مشتهد مثل خمینی فرق اگه ولایت فقیه اگه مشتهد اگه رأی مشتهد اثر داره و من هم مشتهد کجا حضرت آیت الله خویی او مشتهد او که قبول داره که مشتهده و خودش سنش بیشتره خب میگه این کارا درست نیست دیگه میگه نه خرابه شرع این کارا که نمیکنن و دیگر مراجع که دیگر مراجع چون چه میخوان دهنشون رو ببندن اخیرا شنیدم بعدشون اصلا علنی کردن ولو اعلامیه ندیدن اما علنی در مجالسشون گفتن که این کارا اینا بدعت مربوط به اسلام نیست خب این چیزی که اینها این زخمی کردن و که اینا میکردن کتک که اینا میزدن چاره نبود
رد الحجر من زجا ان شر لا یطو الا الشر، باید شر رو به شر جواب داد. مولا علی فرموده اگه اونا هم بگن ما این کارامون اسلامی میدونیم، خب من یک مشتق کاراشون ضد اسلام میدونم، من عربی هم بدعت هست و ضد اسلام و خبیث هم و خبیث و ذات هم، حتی والله من شک در اسلام بعضیشون و بعضی هاشون والله العلی العظیم یکی از اقوام نزدیکش که پیش من عادله، قسم خود گفته که من نه معتقد به خدا نه معتقد به پیغمبر، همه این جنای همه این کارا رو میکنم بالاتر از اینم، خیلی آدم خیلی امضا کرده کشته شدن کشتن ها رو، همه این کشتن ها و همه این شکنجه اینا رو من دخالت میکنم برای که دنیا هر چی بخوام دنیا برام بر همه و من جز دنیا چیزی قبول ندارم و چیزی رو معتقد نیستم. بعضی از اون طرف اینا اعتقاد به خدا و پیغمبر هم ندارن، چطور اون شد اسلام و او شد مشتد، دیگران آقا حضرت الله خویی مشتد نیست، من مشتد نیستم، آقای گلپنگانی مشتد نیست و اون آقای دیگه مثلا مشتد نیست، اون آقای دیگه مشتد نیست، همه میگن این کار خلافه. در این حال میبینی من همون ملعون خمینی اون من میشنسه اون وقتا اگه من یه چیزی سفارشی میکردم میگفتن حرف تو رو به اندازه دو عادل قبول میکنه، تو شهادت تو رو بنده دو عادل قبول میکنه، او مطمئنه که من دروغ نمیگم، مطمئنه که من خوبم و همه یه حرفا رو بهش رسوندم و هیچ از این گوشش گرفت از اون گوشش در کرد و من لذا یقین کردم که خب خودش از اینش دسته و معلوم نیست که معتقده به چه چیزی هست. من والله الان حتی شک در اسلامش دارم. خب این طرف در باز سند داره میگه مولا علی گفته، من به اینا افتاد همون وقت گفتم ولی در همون مصاحبه نوشتم، خب همه هم چاپ کردن دیگه، موجوده الان موجوده، گفتم که مرحله مرحله برم بالا، الان که اونا کتک میزنن اینا هم بزنن روشن بیشتره، مشهد هم گفتم اونجا هم گفتم، حالا یه مصاحبه مخفی که نبود که همه چاپ کردن منتشر کردن. او انقلاب اسلامی که مدتی بود من نمیدونم 400,000 تا چند تا در شماره تیراژ دارم و دیگر روزنامه همه نوشتن که گفته بزن بزنی اینا رو بزن فعلا بزنی تا برسه به نوبت به زخمی کردن و برسه به کشتن. و سوالشون هم بود که عرض کردم، گفتن همون حرف خمینی، خمینی که گفت شما به دست رو بزنید بکشید، گفتم من مرحله مرحله میگم، اول بزنید همون رو که میزنن شما بزنید که من شدم همینو گفتم و بعدش برسه مرحله مرحله بره بالا. پس اینا هم فطرت انسانی همچین چیزیه، شما یک گربه حتی فرقت حیوانی که گربه رو بندازی اتاق محصولش کنی میپره چنگولتو میزنه دیگه، برو برگرد نداره. فطرت انسانی به دفاع خودشه که چه شما بگیش از شما چون شما شما انجام میگیره، اون حرف بی خودیه. یا در کتاب مثلا فلون جامعه شناس فلون روانکاو فلون فلسفه تاریخ نویس بنویسه این کارش اثر نداره، باده دلیز خالی کرده اثری نه در اجتماع اثر نمیاره، اجتماع بالفطره دفاع میکنه، میکشن یا میکشه و زخمی میکنن میزنه زخمی میکنه و تازه یواش یواش قدرتمندم میشه. چون این دست شما ببینید هرچی بیشتر کار کنید قویتر میشه، از کار بندازید با قهرن کار باش نکنید دیگه، از اونو بدید حرکتش بدید، چشتونه یه مدت ببینید دیگه نکور میشه نمیبینید. وقتی که در این راه یعنی در راه مبارزه حرکت کردن روز به روز قدرتشون بیشتر میشه قویتر میشه، روز به روز خدمتشون از میشه که خون ریزی به اصطلاح اینا خون ریزی بیشتر میشه. اون طرف باید درست کرد، اگه میخوای اصلاح کنی اون طرف باید گفتش که چرا این کارو میکنی. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش میشود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.